خدمت دوستای عزیز خانم و آقایان عرض سلام و درود دارم. ما میفهم که بسیار مانده شدیم بخاطر که در اونجایی که شما ششتین نام ششته بودم. تلاش میکنم که بسیار خلاصه گپ بزنم و وقت شما را زیاد نگیرم. البته یک تذکر میخواستم اول در مورد مسائل کویته و پاکستان نظرها بتم. ما وقتی که بحث دوستان را گوش میکردم، ما همیشه دچار یک مشکل هستیم که در بعضی قالب ها وقتی که میفتیم، این قالب ها ما را گاهی اوقات تا قرن ها را میکشه، یعنی بیرون از قالب را نمیتونیم ببینیم. همیشه فکر میکنیم که اگر دشمن ما ایکس است، دیگه همیشه دشمن ما ایکس است. اگر دوست ما وای است، دوست ما برای همیشه وای میمانه. هیچ تغییر نمیکنه. دال که رقم نیست. در مورد مسائل پاکستان، نواز شریف و حزب مردم بنظیر بوتو و طالب ها و ارتش دوستا خیلی یک چیز قالبی را مطرح میکنند، در حالی که رقم نیست. طالبا در دورانی که در افغانستان آمد در اوج قدرت خود، و نظر مخت قدرت سیاسی در پاکستان دادیست حزب مردم بنظیر بوتو بود. و از سوی دیگر مثلا ما فراموش نکنیم که نواز شریف را 14 سال از قدرت که دور کرد، ارتش پاکستان جنرال پرویز مشرف بود. روابط قدرت در پاکستان پیچیده تر از این است که ما سیاه و سفید بکنیم به نفع حزب مردم یا نواز شریف یا اردو یا کسای دیگر. من مسائل پاکستان را خیلی آشنا نیستم، فقط خواهش من از دوستایی است که یک مقدار به سوی قضایا با عقلانیت محض ببینن، بدون حب و بغض و پیوندهای ایدئولوژیکی و مذهبی و فکری و غیره. برمیگردیم به افغانستان. در مورد 2014 وقتی که گپ زدم میشه، گاهی اوقات حالت بسیار رازآلود پیدا میکنه، گویا که ما مثلا یک حادثه ای را بر اساس روایات پیش بینی میکنیم بدون از اینکه کدام اطلاعات خاصی داشته باشیم. مثل همون قصه ای که بر اساس فرهنگ سرخپوستای آمریکایی ادعا میکردن که در سال 2012 جهان تمام میشه، پایان تاریخ است. بعد هر کس در این باره یک گپ میزد، 2012 شد، هیچ گپ هم نشد. ولی 2014 برای افغانستان هم حکم افسانه مایه ها را پیدا کرده که گویا 2014 میشه و پایان تاریخ است. به اون دقیقا هم گویا جنوری 2014 یا امروزی است که آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان بیرون میشه. ما فکر نمیکنیم چنین باشه. اگر 2014 پیامدهایی هم داشته باشه، این پیامدها تدریجی است، یعنی ممکن 2015، 2016، 2017 یا 2018 مثلا ما شاهد امو واقعی باشیم که آغازش از 2014 است. امر خام که در مورد دولت نجیب وقتی که روسها خارج شد، کلی میگفت که روزی که سرباز روس از پل دوستی آمو بگذره، دیگه انقلاب اسلامی پیروز میشه. حالا که چنین نشد. 3 سال نجیب بسیار مردانه مقاومت کرد، جنگ کرد، و فتح الفتوح نجیب هم بعد از خروج روسها در جلال آباد بود که دولتی که در پاکستان ایجاد شده بود بسیار با قدرت صلابت شکستن. میخوایم بگویم که دید ما نسبت به قضایا بعد از مقتل افسانه زدایی شوه. ما به یک دنیای واقعی سرکار هستیم. در این دنیای واقعی هر چیز از خود یک نشانه و یک علت و معلولی داره. ما اگر دنبالش بگردیم، مطالعه کنیم، حتما میتونیم یک تصویر واقعی تر داشته باشیم. بعض چیزهایی را که ما نمیدانیم و ما نمیدانیم، اما کسایی هستن که تا حدودی میدانن. مثلا ممکن بعض تصمیم‌ها در آمریکا گرفته میشه که ما به اطلاعات سری دسترسی نداریم. به این معنا نیست که آسمانی است، معنایش است که خب ما به اندازه قدرتمند نیستیم و نفوذ نداریم که اطلاعات دسترسی پیدا کنیم. من خودم وقتی که درباره 2014 فکر میکنم، یک قسمت که ما رو کمک میشه که درک کنیم 2014 چه اتفاق میفته، تاریخ افغانستان است. چه چیزی در این 10 سال، در 12 سال اتفاق افتاده که این دوره را متفاوت میسازه به دوران پیش از این؟ یا به عبارت دیگه، اصلا ما چرا نگران 2014 هستیم؟ فکر کنم علت اصلی نگرانی ما 2014 ای است که تاریخ افغانستان تکرار نشود. ما پس نرویم به دوره پیش از 2001، پیش از
آمدن نیروهای خارجی. او دوره چه رقم دوره بوده؟ او دوره را اگر ما برگردیم شاید آغازش دوران ابدالی باشه، میتونیم پیشتر از اون به این سرزمین مراجعه کنیم ببینیم که چه چیزهایی در این سرزمین اتفاق افتاده که ما نگران هستیم که او باز تکرار شوه و این سرزمین پس بره به مون بستر تاریخیش. ما یک ذهن بسیار پراکنده دارم، تلاش میکنم که همین ذهن پراکنده خود یک رقم با شما در میان بگذارم که مفهوم باشه. یک نکته که میخوایم سرش اول بحث کنم این است که افغانستان به خودی خود به عنوان یک حوزه جغرافیایی اهمیت نداره. حالا بگذاریم که غیرت افغانستانی و افغانی ما همیشه این سرزمین یک سرزمینی بسیار با ارزش و با اهمیت و گویایی که همیشه در صدر اجنده ها هست، کلی که میخواهید در اینجا حضور داشته باشه، چنین چیزی نیست. اهمیت افغانستان همیشه بیرون از افغانستان میاد. در طول تاریخ هم حاکمیت های کریشه در خود می مرزبوم داشته باشه بسیار اندک است. حتی در دوران باستان وقتی ما برگردیم به کوشانی ها، کوشانی ها قدرت که در این منطقه تشکیل دادن، اونا اصلا از آسیای مرکزی از نزدیکای مغولستان آمده بودن، قومی بودن به نام قوم یوچی، آمدن بلخ را گرفتن و بعد ایرا گسترش دادن تا شمال هندوستان و بعد هم رفتن به طرف هندوستان و در افغانستان هم احتمالاً ماندن، اما به شکل خیلی جدیش نه. قدرت‌های بزرگی که در اینجا ایجاد شدن هیچ کدامش محدود به می حوزه جغرافیای افغانستان نماندن، رفتن طرف هندوستان، رفتن طرف ایران یا رفتن طرف آسیای میانه گسترش پیدا کردن. چرا؟ به خاطر که منطقه کوهستانی از لحاظ از لحاظ اقتصادی، از لحاظ استعداد و توانایی مالی، توان حمایت و توان ایجاد یک دولت قدرتمند را نداره. اگه کسی که در این منطقه حکومت میکنه میخواد قدرتمند باشه، باید سرزمین‌های اصلخیز هندوستان را تاراج کنه. در طول تاریخ همین کار از کوشانی بگیر تا دوران سلطان محمود غزنوی، تا دوران احمد خان عبدالی، تا دوران بابر مغول، همه به هندوستان رفتن. وی به هندوستان رفتن کسته هر علت دیگه ای که داشته، حالا جهاد و ایگپا و چیزا مطمئن همیشه مطرح بوده، اما یک علت اصلیش سرزمین های حاصل خیز و جواهرات و سرزمین رویایی هند بوده، کنار در کوهستان های افغانستان غرق و رویاها میکرده. از دره کابل یا از غزنه یا از بلخ یا از بامیان چیزی جور نمیشه. اگر تو میخوایی که یک پادشاه قدرتمند باشی، باید دهلی رو بگیری، باید کشمیر رو بگیری و او سرزمین ها در فرهنگ ما یک رقم سرزمین های خیال برانگیز بوده که افغان ها یک ضرب المثل داره که میگه وطن هر کس کس برایش کشمیر است. یعنی کشمیر دیگه مو سمبول و تندیسی به حساب رفاه و آسایش و لذت و چیز بوده. منظورم اینه که نقش بیرونی ها در تحولات این سرزمین ریشه باستانی داره. هر وقت که افغانستان برای بیرونی ها به اهمیت بوده، مردم در امو دره ها و دمو کوهستان ها آرام زندگی کرده و شدیدترین بحرانی هم که مثلا ایجاد شده جنگ از این قریه به او قریه، جنگ از این همسایه به او همسایه بوده. یک تحولی که بگیم از بلخ تا قندهار یا از قندهار تا جلال آباد را لشکرکشی صورت گرفته و جنگ زدن صورت گرفته، چنین چیزی بدون عوامل خارجی صورت نگرفته. این مردم وقتی که به حالت خود رها شوه، توانایی اقتصادی، توانایی سیاسی، توانایی فکری سازماندهی یک تحول کلان را نداره. از دوران باستان چه میگذریم، میایم به احمد خان عبدالی. احمد خان عبدالی که قلمرو وسیع را تشکیل داد، محصول فرهنگ و جغرافیای افغانستان نبود. این یک یتیم بچه‌ای بود که نادر افشار برد در ایران، در دربار خود کلان کرد، یک از سردارای بزرگ نادر شد و احمد خان عبدالی در اونجا احمد خان عبدالی شد. البته با خود 20 یا 40 هزار نفر دیگه از مردم منطقه هم دمو دربار با خود داشت. بعد وقتی که نادر کشته شد، شبانه این آدم با یک مقدار جواهرات و ایگپا و دفتر دار و ایگپایش آمد در قندهار، در سرزمین آبا و اجدادی خود، و در اینجا خب قبایل را جمع کرد و اعلان پادشاهی کرد.
اما علمی احمد خان عبدالله اگر در قندهار میماند، دمونجی بزرگ میشد، دمونجی کلان میشد، یکی از هزاران آدم خان و بادامگولی بود که در اونجی به دنیا آمدن، جوان شدن، مردن، یا چوپان بودن، یا زراعت پیشه بودن، یا خیلی که جرات میکردن، میرفتن سرگردنه رو میگرفتن، دزدی میکردن. آدم بزرگتر از اون نمیشد. و کسایی که این اداره را ایجاد کردن، اینا هم مردمای بومی نبودن. کسی که تاریخ احمد خان عبدالله را نوشته کرده، یک قزلباش شیرازی است به نظرم. و تا دوران عبدالرحمن را اکثر کارهای اداری امی سلاطین افغان را قزلباش های شیعه ایرانی انجام می دادن. بعد از دوران عبدالرحمن آهسته آهسته این قزلباش ها افغانستانی می شه و بعد نیروهای محلی جذب قدرت می شن. قحط الرجالی در بار افغانی به سرحدی بوده که تاریخ امیر عبدالرحمن خان را یک هزاره نوشته کرده. این هزاره‌ای که در او دوران به بردگی کشیده می‌شد، قاچاق بوده، اما از یک طرف دیگه کسی دیگه ای نبوده که مسئولیت به او سپرده می‌شد. اما هزاره محکوم، اما هزاره قاچاق، اما هزاره‌ای که حکم کفر و ارتدادش هم صادر شده، اما در این حال در دربار به او امنیت داده میشه تا تاریخ کشور را ثبت کنه. من میخوام اینو بگم که عوامل بیرونی بسیار در افغانستان مهم است. بعد این روند ادامه پیدا میکنه. وقتی احمد خان عبدالی که در بیرون از افغانستان کلان شده، از بین میره. قدرت به کی میرسه؟ به بچه هایی که در قندهار کلان شدن، دمی حوزه جغرافی افغانستان کلان شدن. اینمینا میراث امپراتوری عبدالی را چند سالی هم نمیتونن حفظ کنن. به زودی تکه و پارچه میشه، هندستان از دستشون میره، باز قلمرو محدود میشه به قندهار و همین سرزمینی که فعلا افغانستان مینامه، البته حتی کوچکتر از این. و این چند سال بعد که ادامه پیدا میکنه، دوچار جنگ داخلی میشه، برادر با برادر، و تا میرسه به دوران امیر عبدالرحمن خان. و دومین کسی که افغانستان را افغانستان ساخته امیر عبدالرحمن خان است. اما انمی امیر عبدالرحمن خان هم قدرتش مثل احمد خان عبدالی در بیرون از مرزهای افغانستان ریشه داره، نه در درون خود افغانستان. امیر عبدالرحمن آواره شده بود ایران، بعد از ایران رفت هم بخارا. سالای سال در پیش روسا آدم ذلیل و پناهنده بود، اهمیتی نداشت. بعد اما در این دوران یک تحول بسیار کلان در این منطقه در حال شکل گیری بود. روسها تبدیل شده بودند به قدرت جهانی، از شمال آسیای مینا را گرفته بودند، در دیگر جاها هم با قدرت های او زمان دست پنجه نرم میکردن و هندوستان هم گرفته بودن بریتانی ها، بریتانیایی ها. و افغانستان اینجا خط حائل بین دو قدرت امروز دنیا واقع شده بود. هر لحظه امکان از این داشت که روس ها و بریتانی ها در این منطقه درگیر شوند و این تبدیل به یک جنگ وسیع شود در سطح دنیا. انگلیسی ها نگران از این هم بودن که فرانسوی ها و روس ها بنای برزی داشتن که با هم توافق کنن، از طریق افغانستان لشکرکشی کنن، هند را از پیش بریتانیا بگیرن. تحلیلی که در فرانسه و در بریتانیا وجود داشت که اگر ما هند را از دست بریتانیایی ها خارج کنیم، یک قدرت از اینا در دنیا افول میکنن. یعنی افغانستان یک کوریدور عبور بود به حوزه قدرت بریتانیا و انگلستان. در مقابل انگلیسی ها به این فکر رسیدن که اگر ما میخواییم که در هندوستان امن باشیم، باید یک خط حائل ایجاد کنیم تا از درگیری بین روسها و انگلیسها جلوگیری شود. به همین خاطر افغانستانی که ایجاد شده از کوههای پامیر تا نیمروز را و کوریدوری که معروف به کوریدوری ازی شد که روسها امیر عبدالرحمن را بفرستن به افغانستان. یعنی اول که امیر عبدالرحمن آمد به عنوان ایجنت روسها آمد، بعد ای که آمد کابل، انگلیسی ها دنبال یک مهره ای میگشتن که بتانه افغانستان را یک فضای امن بسازه، یک مقدار از او حالت آشفتگی و قبائلیش بیرون بیاره. باز انگلیس ها با این وارد مذاکره شدن، یک هزینه بسیار کلان را پرداخت کردن به امیر عبدالرحمن خان و او را راضی کردن که به جایی که با روس ها کار میکنی، بیا با ما کار کن.
امیر عبدالرحمن خان را گفتند دست تو در درون مرزهای افغانستان باز است، اما در بیرون از افغانستان به سیاست تو کار نداری. یعنی افغانستان یک قلمرو تحت الحمایه انگلستان شد که بعد ما در دوران امان الله خان ادعا داریم که استقلال گرفتیم از بریتانیا، اما هیچ وقت افغانستان مستقیما مستعمره بریتانیا به اون شکلی که در دیگر جاها بود نبود. اینو میخوایم بگویم که امیر عبدالرحمن هم که امیر عبدالرحمن شد با پول و امکانات بریتانیایی ها و انگلیس ها در افغانستان شد. چرا انگلیسی ها این امکانات را سر افغانستان خرج کردند؟ این به این خاطر نبود که خود افغانستان برای انگلیسی ها مهم بود، به این خاطر بود که افغانستان دروازه ورود به هندوستان بود، هندوستانی که برای بریتانیایی ها و انگلیس ها بسیار مهم بود. بعد دوران امیر عبدالرحمن خان که سپری میشه، باز هم علت ای که افغانستان به سوی بی‌ثباتی پیش میره، دوران سقه و صورت میگیره، باز هم تا حدود ریشه در تحولات بیرون داره. در همون زمان در هندوستان ما شاهد شکلگیری جنبش های استقلال طلبانه هندوها هستیم. یعنی این او اهمیت خود را نزد بریتانی ها و انگلیس ها از دست میده. یک دومی که انگلیس ها مصروف خود هندوستان میشن، یعنی قبلا تهدید از بیرون بود، اما حالا برای اینکه هندوستان را حفظ کنند باید با جنبش های استقلال طلبانه که در درون اونج خود شکل می گرفت باید مقابله میکردند. به می خاطر افغانستان فراموش شد و امان الله خان هم خب ادعای استقلال کرد و او امکانات را که به صورت پیش ازی امیر عبدالرحمن می گرفت به امان الله خان نرسید. امیر خان در روسیه هم ما وقت در همی زمان ها شاهد شکلگیری جنبش های ضد تزاری هستیم. یعنی روس ها هم دیگه او حالت اتحاد درونی رو ندارن که فقط به فکر گسترش به بیرون باشن، اونا هم گرفتار دم و درد و انقلاب خود بودن. یک فضایی که اینجا ایجاد شد وقتی که بریتانیا از هند رفت، انقلاب کمونیستی در مسکو اتفاق افتاد، افغانستان هم اهمیت خود از دست داد، افغانستان به فراموشی سپرده شد و همین فراموشی افغانستان در سطح قدرت های جهانی باعث از این شد که خاندان علیحیا دهها در افغانستان بدون هیچ مشکلی حکومت کنند. یعنی وقتی که نادر قدرت را از بچه سقاو میگیره، دیگه بر ضد ظاهر تا در دوران داوود خان را هیچ اتفاق خاصی نمیفته، بسیار به آرامی حکومت میکنند، اما با مشت و خفقان و استبداد. ما مطمئن هستم اگر جغرافیای اطراف افغانستان عوض نمی شد، اینا نمیتونستن 40 سال بدون دردسر در افغانستان حکومت کنن. بعد چرا دوباره در افغانستان کودتای هفت سر صورت میگیره؟ باز به خاطر تحولاتی است که در اطراف افغانستان اتفاق افتاده. کمونیستایی که تزار را شکست داده بود در همه دوره ها تبدیل به قدرت جهانی میشه، اتحاد جماهیر شوروی، و اتحاد جماهیر شوروی به دنبال آبهای گرم هست و راه عبور به آبهای گرم آسانترینش افغانستان است. یا باید ایران را بگیره یا باید افغانستان را بگیره. خب محصلینی که در روسیه رفته بود، روسها بسیار تحویل گرفتن، سر از اینا کار کردن، حزب دموکراتیک خلق افغانستان با ایدئولوژی مارکسیستی تشکیل شد. هیچ کدام از ریشه درونی تقریبا نداشت، تمامش اجندای شوروی بود برای یک بازی بزرگ جهانی. افغانستان در نزد انگلیسی ها هم فراموش شده بود، در نزد آمریکایی ها هم اهمیت نداشت، دیگه جزء از تاریخ شده بود، فقط تاریخ دوران حضور انگلیسی ها در هند. اما یک بار دیگه این افغانستان در کاخ سفید، در همین کشور، در تمام غرب اهمیت پیدا کرد. چرا؟ به خاطر که تبدیل شد به خط اول جنگ سرد اردوگاه شرق و غرب. و این باعث از این شد که از هر طرف امکانات در افغانستان سرازیر شود و ما شاهد فروپاشی نظام 40 ساله آل یحیی با یک کودتای بسیار ساده. کودتای هفت ثور یک قیام نظامی چند افسر بود، یک چیز بسیار پیچیده نبود. با چند فیر گلوله و کشته شدن چند نفر، یک حاکمیت که 40 سال رو کس نمیتونست تکان بده، قضیه خاتمه پیدا کرد. چرا؟ به خاطر از اینکه جغرافیای سیاسی اطراف افغانستان عوض شد. بعد اینمی افغانستان اهمیت داشت، کلیگی دبارش هر روز گپ میزدن، امکانات میدادن، پیسه میدادن، مردم سر از این معامله میکرد، زده بند میکرد، یک دفعه کلی چیز تعطیل شد. چی اتفاق افتاد؟ ما مطمئن هستم که
کل دیگه حدس میزنه. یعنی اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید، جنگ سرد پایان یافت، افغانستان دیگه اهمیت نداشت. برای کی اهمیت پیدا کرد؟ برای یک گریزی مثل اسامه بن لادن که در یک جای دیگه جای نداشت و با چند میلیون دلار خود آمد این برای خود یک جای جور کرد. اما انمی آدم با چند میلیون دلاری که از سودان با خود آورده بود، افغانستان را یک بار دیگه در امو جایگاه تاریخیش برای قدرت‌های جهانی قرار داد و او 11 سپتامبر 2001 بود. افغانستان از او بستر تاریخی به اهمیت خود یک بار دیگه در صدر اجنده های بزرگترین قدرت های دنیا قرار گرفت. بحث افغانستان باز در کاخ سفید، پنتاگون، در تمام تالارهای قدرت یک بحث نو و تازه شد. من یک خاطره رو میخوندم، میگن وقتی که به جورج بوش گفتن که این قضیه افغانستان است، یک پاو چیزا در اونج اینا رفتن خانه، جورج بوش با تعجب پرسیده بود که افغانستان هنوز مشکلش حل نشده؟ یعنی افغانستان اینقدر فراموش شده بود که سالهای جنگ داخلی برای رئیس جمهور آمریکا چه نکاس پیدا نکرده بود که در او کشوری که شما اینقدر امکانات خرج کردین، حالا در اونج مردم به جان هم افتادن، تشنه به خون هم هستن، در روز صدها نفر کشته میشن. اهمیت نداشت به درون از این حوزه جغرافیایی هر کاری که میکنن بکنن، فقط برای ما خطر ایجاد نکنین. وقتی که برای ما خطر ایجاد کردین، باز ما مجبور هستیم که بیایم برای قضیه یک راه حل پیدا کنیم. و آمدن امروز نیروهای خارجی در افغانستان به خاطر افغانستان نیست. این یک تئوری توطئه است که میگن اینجا آمدن دیگه نمیبرایند. روزی که نیمی کشور تروریستای بین المللیش از بین بره، اون روز افغانستان پس در بستر تاریخی فراموشی سپرده میشه. اما تا وقتی که در مراکز قدرت تحلیل انمی است که افغانستان در وضعیت خطر است، من مطمئن هستم که افغانستان را رها نمیکنند. با تمام هزینه‌ای که داره، با تمام جنجالی که مدیریت افغان‌ها داره، مردم در اونجا میمانند. اما روزی که احساس کنند که انمی در وضعیت خطر نیست، اما سرزمین فاجعه هست، کس به دنبال از اون نیست. ما متاسفانه ما وقتی میگیم ما هزاره‌ها، میگیم تا حد شاید ما انسان‌ها هم شامل شوه. نسبت به دنیا بسیار یک دیدی خوشبینانه داریم. اینطور فکر میکنیم که دنیا دنیای ارزش های انسانی هست، دنیا دنیای ای هست که بین خوب و بد فرق قائل میشن، ارزش قائل میشن. اون رقم نیست. سیاست که است، اگر ما برایش یک لیست تهیه کنیم، اخلاق که است در آخرین قسمتش قرار داره. در لیست اول قدرت که است بازی قدرت است. در بازی قدرت کی بازی میکنه؟ کسای قدرتمند هستن. در تیم فوتبال کی رو میگیرن که فوتبال بازی کنه؟ کسی که فوتبال بلد است. او تماشاچی بیچاره ای که اگه در میدان بره نمیفهمه که تو با پای خود بزنه یا با دست خود، رو کسی بازی فوتبال نمیگیره. در افغانستان ما قدرتمند نبودیم، به می خاطر در طول 250 سال کس ما رو به بازی نگرفته. آدمای خوب بودیم. امیال ما بسیار آدمای خوب هستیم. اولین والی زن از درون امزی مردم است، اولین شهردار زن از درون امزی مردم است، رئیس سازمان حقوق بشر امزی کشور امزی مردم است، نمیفهمم. بهترینایی که در افغانستان بگین امزی مردم است، نمیفهمم. نماینده اول کنکورش، برنده اول کنکورش امزی مردم است، اولین مدال المپیک تاریخ از مردم از کشور امی مردم آورده. اما این چیزا کسا کافی نیست برای از اینکه به بازی قدرت گرفته شوید. بازی قدرت کس ملا عمر کار داره، طالبان کار داره، کرزای کار داره، مارشال فهیم کار داره، جنرال دوستم کار داره، حتی محمد نور کار داره. داریم؟ نداریم نه؟ به می خاطر ما بحث در قسمت خلاصه کنم که نقش نیروهای بیرونی بسیار مهم است، اما این نقش ما نباید درک غلط کنیم. این مهم است نه به خاطر افغانستان، بلکه به خاطر تحولاتی که ما حول افغانستان و اطراف افغانستان اتفاق میفته. لاین دوم را که ما میخواییم بحث کنم، اگر خسته نیستین که بحث میکنیم، اگر خسته هستین هم اینجا بحث میکنیم. در محضوریت قرار نتونم دستاره. دید هزارها نسبت به قدرت. یک نکته را من تذکر بتم، من هیچ وقت
امی با مصلحت گپ زدن رو یاد نگرفتم. یک از مشکلاتی که همیشه هر جای برام مشکل خلق میکنه این است که من چیزی که در ذهن من سنور رو میگم حالا در مقدسات برمیخوره، به افراد برمیخوره، به دیوار برمیخوره، به کوه برمیخوره، این مشکل من نیست و حاضرم هستم که البته پایش استاد شم. دید هزارها به قدرت، اندیشه سیاسی در اون جامعه هزاره یک تاریخ حداقل 150 ساله داره. حالا ما پیش از اینش نمیریم به خاطر که مسئله پیچیده میشه. حالا باید سر از این بحث کنیم که هزارها ساکنان باستانی ازی هستن، لشکر مغول هستن، هر کدام از یارو که هر لاینه که بریم بازو یک تاریخ جدای از قدرت داره. اما سر تاریخ 250 ساله هزارها توافق وجود داره. یعنی مردم از هر جایی که آمدن در 250 سال تقریبا چیز هسته به می شکل و شمایل بودن. چرا هزاره هایی که 62.5% قتل عام شده به این معناست که پیش از این یعنی یک از اقوام عمده از این حوزه جغرافیایی بوده؟ چرا قدرت های سیاسی از درون از این مردم بیرون نیامد؟ چرا پشتون ها شروع به قدرت سازی کردن؟ چرا ازبک ها و تاجیک ها از ما دو قدم پیشتر هستند در مسائل قدرت؟ چرا ما میراثدار فاجعه هستیم امروز؟ امروز باید برای جنوساید وبسایت جور کنیم که تا مثلا اونجا ثبت کنیم که در 250 سال چی کارا دقیق ما نکردن. چرا مثلا برای این وبسایت جور نکنیم که مثلا در 250 سال ما چی دستاوردهای دیگه ای داشتیم؟ من خودم شخصا خیلی تاریخ خواندم اما آخرش به این نتیجه رسیدم که در تاریخ نمیشه زندگی کرد. من فرزند زمان خود هستم، من با مهره های زمان خود بازی میکنم. عبدالرحمن هم دفن شده و هزاره که در برابرش شکست کرده یا جنگ کرده و هم دفن شده. من هزاره قرن 21 هستم و میخواهیم با امیر عبدالرحمن قرن 21 با قواعد قرن 21 بازی کنم. اگر شکست کردم، اگر پیروز شدم، بازی هم حسابش برمیگرده به تاریخ. البته من یک میگم منظور من هزاره است، من خودم قدر چیز ندارم. علت از اینکه هزاره ها نتونستن قدرت مذهبی قدرت سیاسی تشکیل بدن این هست که اندیشه و فرهنگی که درون هزاره ها وجود داشت یک فرهنگ شیعی بود. فرهنگ شیعی چه در قالب 12 امامیش، چه در قالب 6 امامیش، چه در قالب علوی، چه در قالبای زیدی و غیره که در درون مذهب شیعه وجود داره. بخاطر مذهب شیعه یک حوزه بسیار وسیع مد نظر یک حوزه بسیار وسیع در بر میگیره. یک طرفش علوی ها و از کو نه روزه را قبول داره نه نماز قبول داره و بخی از کافر کردن کافرتر است. اما یک طرف دیگه ش یعنی 12 امام ما وجود داره که نه با سنی ها نزدیکتر است تا با هم تبارا و هم مذهبای علوی خود. در این مذهب که است قدرت سیاسی از ذهن مردم برداشته شده، این واگذار شده به عالم بالا، به عالم غیب. 12 امامی ها تا وقتی که مذهب به شکل خیلی سنتیش وجود داشت به نمی باور بود. من یه چیزا رو خودم یعنی به یادم میاد، به عنوان یک آدمی که در خانواده هزاره کلان شدم، پدر من بسیار مذهبی بوده، عین الحیات و نمیفهمم مفاتیح الجنان و تمام این چیزا در خانه ما شبانه روز خوانده میشد حداقل تا این سرحد دیگه. من خودم اینا رو با گوش خود شنیدم، یعنی خودم جز خاطرات زنده مسیر خم نیست که از دیگرا شنیده باشم. باوری بود که تا وقتی که امام زمان ظهور نکنه دنیا پر از ظلم و ستم و فساد است و هیچ کاری ما نمیتونیم بغیر از اینکه دعا کنیم که آقا امام زمان ظهور کنه تا دنیا را با 313 یار خود پر از عدل و عدالت بسازه و بعد از یک دوران پادشاهی بسیار عادلانه قیامت برپا شود و خلاصه جهان ختم به خیر شود. اینی باوری اعتقادی بود، نه یک مثل یالی که خم شما رو من نمیفهمم، ما مثل فکاهی رو قصه میکنم، اما او در خانه ما یک باور بسیار بنیادی بود، یعنی ما در دامن این باور کلان شدیم دیگه. تا که امام زمان ظهور نکنه دنیا باید این رقم پر از مرداری و ظلم و چتل و به اصطلاح فساد و امیر عبدالرحمن و یزید و غیره باشه. یک چیز دیگه که تقریبا در شیعه عمومی بود که باطل همیشه پیروز است بر حق. همون رقم که در کربلا یزید نمیفهمم امو تمام لشکریاش خاندان ائمه اطهار رو اون روز روزگار رسید، ما خواستناک بهتر نیستیم؟
دیگه تمام امامای ما یا شهید شدن یا مسموم شدن یا که در زندان بودن، دیگه خب ما خزناک بهتر نیستیم. اینی نمونه هایی که از قدرت سیاسی در فرهنگ ما بود بسیار نمونه های بد بود. این چیزا بچه هزاره را از کوچکی پروبال نمیداد که بره خان شوه، امیر عبدالرحمن شوه، او یک چند نفر پیدا کنه بگه ما تشکیل حکومت میتیم، ما مسیر تاریخ عوض میکنیم. او منتظر از این بود که تاریخی که برایش در ازل نوشته شده او به دست قدرت امام زمان برایش برسه عمل آورده شوه. خود از این فقط یک منتظر بود، یک آدمی که فقط ششته انتظار تغییر را میکشه، نه یک عامل فعال در تاریخ. یک خاطره را مشنیده میرم میگم برای از اینکه تصدیق باشه برای گپای خودم. میگن که بعد از فساد و تباهی و ظلم و ستمی که در دوران کوچیگری شد، ابراهیم خان گوسوار قیام کرد و او قیامش نه برای از اینکه حکومت تشکیل بده، او دمدسر شده بود، دیگه قابل تحمل نبود. حتی از یعنی چیزی در هزارجات نبود که ارزش داشته باشه از اون مالیات نگیرن، دیگه او تحملش نداشت، دکو برآمد و قیام کرد و خب به هر صورت بندی شد. و بعد از بندیخانه که بیرون آمد، میگن با بلخی و دیگرها ششتن برای اینکه گفتن، خب بلخی آدم فهمیده و روشن فکری بود، گفتن که خب این نظام سیاه ظاهرخان را باید براندازیم و خلاصه حکومت دیگه ایجاد کنیم. میگه گوسوار از آقای بلخی پرسان کرده بوده که خب آج آقا همین حالا نمیفهم تعبیر وقت آج آقا مرسوم بوده یا نبوده، خب مثلا آقا صاحب یا ملا صاحب هر چیز دیگه، حالا ما خوشیه هستیم، به ما گفته شده که تا که امام زمان ظهور نکنه خب ما حق تشکیل حکومت نداریم، خیلی تکلیف ما چطور میشه، ما خب اجازه را نداریم. منگه آقای بلخی گفته بوده که تو همی قیام بکو، همی چیز است ظاهر را ساقط کو، اما جواب امام زمان باز در روش که آمد نمیدون. یعنی منظور که این چیزی که من میگم یک واقعیت عینی است، این نیست که مثلا ما امیر قم بساز، یعنی واقعا در ذهن هزاره این مسئله این قدر عمیق بود. بعد این مسئله ادامه پیدا میکنه تا دوران کودتای هفت ثور را و پیش از او را، که مردم ما بعد از او قتل عام ها و تمام از این مسائل سردم، تشکر، آشنا میشه با دنیای نو، او فضای سنتی شکسته میشه. ما شاهد گروپ های نو سیاسی در این جامعه هزاره هستیم، به صورت مشخص کمونیست ها و چپی های هزاره، اینا آمدن با مذهب درگیر ساختن، نظرات نو را داخل جامعه ساختن. دیگه ملاهای که از ایران آمدن، اینا هم دیگه اون ملاهای سنتی هزارجات نبودن. آقای خمینی یک کار را کرد، شیعه را سیاسی ساخت، سیاسی همپای زمان، شیعه منتظری ظهور امام زمان را که در قالب سنتیش بود او را تغییر داد به یک شیعه انقلابی ایدئولوژی که طرفدار تغییر تحول انقلاب و خلاصه مبارزه و تقابل و انمی یک تحول بسیار کلان در این تشیع است. حالا خیلی سنجیده شده نبود، قدر فکر نشده بود، ولایت فقیر هم تر سرسرکی با عجله جور کرده بودن که امروز میبینیم که خیلی نتیجه نداده و مشکلات بسیار زیاد خود داره. اما در درون تشیع این یک تحول بسیار بزرگ تاریخی بود که آقای خمینی ایجاد کرد. به اینمی فکر آقای خمینی از طریق جوانای طلبه آمد وارد هزارجات هم شد و کار خود را هم کرد، سازمان نصر و دیگرها تشکیل شد. اولین کار که کردن اینا درگیر شدن با خوانین و دربار و خلاصه با کلگی، و این آغاز ورود هزاره ها به دنیای واقعی سیاست هست. اما تا هنوز مثل ازی بودن که یک طفل تازه شکم مادر بیرون میاد، اما حالت طفولیت خود داشتن، اشتباه های خود داشتن. اما از او هزاره منتظری که میگفتن ظلم بر ما حق است، اینمی وضعیت ما، سرنوشت همیشگی ما هست، او هزاره را اینمی جوانا کم کم سرنوشتش تغییر دادن، اینا را وارد تعاملات ساختن. جنگ های داخلی که در هزارجات صورت گرفت، خیلی های رقم میگن که جنگ ها جنگ های بهوده برادرکشی بود، اما من میگم این جنگ ها جنگ های واقعی است که در طول تاریخ در بین تمام جوامع در وقت تحول تغییر اتفاق افتاده. اربابا و روحانیون و سادات که سر مردم مسلط بودن، اونا بدون از این تقابل ها حاضر نبودن که نیروهای نو را تحمل کنن.
اینا مجبور به انمی بودن که سنگرگیری کنن و اونا مجبور بودن که برای حفظ موقعیت خود برابر از اینا بجنگن. این روند هزارها از یک روند بی‌تفاوتی به یک روند تقابل کشیده شدن، یعنی دو وضعیتی که اندیشه سیاسیش نداشتن. امیر عبدالرحمن خان قتل عام را کرد، هزارها را به یک تقابل با حاکمیت کشاند، یعنی مجبور ساخت که اینا نسبت به قضایای پشتون و دیگر اونا به تفاوت نباشن. بعد در دوران دوباره که ما بحث سازمان نصر و دیگر گروه های چپی و اینا رو میکنیم، این دوران احیا و دوباره زنده شدن هزاره هاست که از یوغ بردگی و گپا و چیزا بیرون آمده، دوباره میخوان وارد تعاملات شوند، میخوان به عنوان یک مردم دوباره سر پای خود ایستاد شوند. در این وضعیت ما اشتباه های بسیار زیاد کردیم و این اشتباه ها هم محصول علمی بود که اندیشه سیاسی در درون جامعه هزاره در حالت طفولیت و نوزادی خود بود. در اون وقتی که دنیا حاضر بود که همه را کمک کنه، هزاره حاضر نشد کمک جهانی رو بگیره، فقط چسبید به ایرانی ها. چرا؟ به خاطر از اینکه ما درک درستی از سیاست نداشتیم، ما درک درستی از تحولات نداشتیم. بعد این ادامه پیدا میکنه تا مقاومت غرب کابل را، و مقاومت غرب کابل با ظهور مزارع هزاره ها یک گام بزرگ را در اندیشه سیاسیشان برمی‌داره. یعنی مقاومت غرب کابل در بلوغ سیاسی هزارها مثل 15 ساله شدن یک آدم است، یک مرد است یا یک زن است. خانم عباسی نشستن فمینیست هستن، باز نگوین که رعایت حال ما رو نمیکنه. باعث از این شد که هزارها از اون سیاست گذشته خود فاصله بگیره، از سیاست یک درک سکولارتر انجام بده. درک مزاری از سیاست یک درک بسیار عصری بود. مزاری بحث امام زمان و نمیفهم تاریخ سیاسی شیعه اینا رو کلش کنار گذاشت، بحثایی رو مطرح کرد که در تمام دنیا مطرح میشه. گفت ما در این کشور زندگی میکنیم، 25% جمعیت این کشور هستیم، میخواییم که 25% در قدرت افغانستان نمایندگی از ما باشه. اگه این وزارت است، اگه این وکالت است، هر چی که است، ما میخواییم 25% باشیم. انمی بحث در آمریکای جنوبی هم به میشکلش است، در آمریکای شمالی هم به میشکلش است، در اروپا هم به میشکلش است، در آسیا هم به میشکلش است، به آفریقا هم به میشکلش است، و مزاری هم به میشکل بسیار سکولار امروزیش در افغانستان هم مطرح کرد. و این یک تحول بسیار کلان در اندیشه سیاسی جامعه هزاره بود. از یک شیعه منتظر عدالت معتقد شد که ما خودم میخواییم در این کشور عدالت را اجرا کنم. دیگه بس است تبعیض، دیگه بس است جرم بودن هزاره. مزاری گفت ما نمیخواییم هزاره جرم باشه، میخواییم انمی قاعده که در افغانستان شما قاعده ساختین و ما به می تن دادیم، دیگه به این تن نمیدیم. و این بلوغ سیاسی جامعه هزاره ادامه داره. امروز هرچند که مزاری نیست، اما ما اعتقاد دارم که جامعه هزاره بسیار بالغتر از او هزاره هایی است که در دوران غرب کابل ما شاهدش بودیم. امروز من نمیگم که جامعه هزاره یک جامعه سکولار هست، اما امروز کسی سر منبر رفته بالا شده نمی. البته ما شنیدیم که علا یاری در امریکای گپ میگه، ما مطمئن هستم در برچی گپ گفته نمیتونه. این واقعی است. در علا یاری چند روز پیش میگفت که تا که امام زمان ظهور نکنه کس حق تشکیل حکومت نداره. این ما خودم در یوتیوب شنیدم. اما در برچی اگر کس بره بگه او مردم شما باید منتظر باشین، کار در حق شما شد، این سرنوشت شما است، تا که آغاز ظهور کنه مردم میره دیگه قبول نمیکنه. شاید ملا رو چیزی نگوید، اما در دل خود سبا اگر یک تحول در کابل پیش بیا، اون مو آدمی که در زیر منبر ملا شده در صف اول تظاهرات چیا حاضر است که برای سرنوشت تقدیر خود مبارزه کنه، استاد شوه، شهید بیته و مقاومت کنه. به نظرم که وقت ما خلاص است. خب ما البته بحث خود جمجور نکردم. کدام؟ آل ملا تا ملا رو دیگه تا ملا هستیم بوده تو بس بر نکنه. اگه تو منکر هست یک دفعه استاد چمین جین کار که بس ما ادامه میکنم. خب بحث هزاره ها رو هم در اینجا ختم میکنیم، به خاطر از اینکه
وقت کم است. ما روی مسئله دیگه‌ای که می‌خوام برم، فقر اقتصادی افغانستان هست. یعنی ما ریشه‌های بحران را وقتی که ببینیم، فراتر از گپایی که گفته میشن، مشکل پشتون است، تاجیک است، هست. سوای از این مسائل، اگر به جای پشتون هزاره هم میبودی، ازبک هم میبودی، تاجیک هم میبودی، با می وضعیت اقتصادی که افغانستان داره، وضعیت از این که بهتر نمیبود. در این کشور، در این منطقه، هر دولت ملت یا در دور یک چای نفت شکل گرفته، یا که سرزمین های حاصلخیزی داشته که تانسته خود را سیر کنه. در سرکو کس دولت ملت نساخته. یعنی در افغانستان مزدوری برای کشورهای بیگانه یک انتخاب نیست که ما تانه بیتیم که تو مزدور هستی، یک اجبار است. اما بهترین آدم، با غیرتترین آدم را وقتی که در افغانستان برین کور رئیس جمهور کنین، اون آدم بیچاره مجبور است که مزدور باشه. چرا؟ بخاطر که خود از کشور چیز پیدا نمیشه. اگه بخوای دشمنی کنه، اگه بخوای رقابت کنه، اگه آبادی کنه، هر چی بکنه، باید یا بره مسکو یا که بره واشنگتن یا لندن بیا یا که پاریس بره. اگه این ترجمه هم رایش نداد، در اسلام آباد و خلاصه ریاض و تهران مجبور است که بره. یعنی تقدیری سیاست در افغانستان است. چرا؟ بخاطر از اینکه فقر اقتصادی در دو کشور به حدی است که توانی از این وجود نداره که یک کشور را اداره کنه. اگر میخوای کشور اداره کنی، باید بری از یک جای پیسش پیدا کنی بیاری. سابق خوب بود که میرفتن هندوستان چور کردن میوردن، اما حال خوب او زمینه نیست. بعد اونا رو به یک نحوی راضی کنن که به مدل خود تم مختار به مصلحت میبینن ببینن بتن. این حال 2014 به شرطی افغانستان به سوی بحران نمیره که این تعهدات مالی که به افغانستان دادن، این تعهدات ادامه پیدا کنه. کابل یک مرکز اقتصادی اگر هموزن تهران و اسلام آباد و عشق آباد و تاشکند و دوشنبه نباشه، حداقل امو مقدار پیسه کنا سر افغانستان خرج میکنه، از او کرده کابل غنیتر پیسه داشته باشه که بتونه کسایی که در افغانستان تحول ساز هستن اونا را از کابل اکمال کنن. اونا برای اکمال خود مجبور نشون که برن اسلام آباد، برای اکمال خود مجبور نشون به مراکز اقتصادی در تهران و دوشنبه و مسکو و دهلی نو برن. یعنی کابل به عنوان یک مرکز اقتصادی که مردم را بتونه جذب کنه، بزرگوار هم کشور را باقی بمانه. اگر روزی کابل لاغرتر شد از لحاظ اقتصادی از اسلام آباد و تهران و دهلی نو، من منظور پیسه ای که برای افغانستان اختصاص دادن، امروز با غیرت ترین آدم، مدبر ترین آدم هم که باشه، همی از امو کرده که بهتر آدم سیاسی در دنیا هم که نباشه در کابل برین، افغانستان سقوط میکنه. این ما براتون اطمینان میتم، او آدم بدنام میشه. امی او با ما که بسیار آدم موفق است، امور هم که در افغانستان برین، افغانستان بدنامش میکنه به خاطر فقرش، به خاطر از اینکه سیاست اداره کشور پیسه کار داره، با شعار نمیشه. هرچند که هزارا ایرخم باور داره که میشه مثلا با شعار را پیمایی گپا و چیزا مسیر تاریخ عوض کرد. یک مسئله دیگه ای که به نظرم مهم است در مورد پاکستان، در کابل یک درک غلط وجود داره. ایرخم فکر میکنه مخصوصا غیر پشتونها که اگر پاکستان خط دیرن بر رسمیت، اگر افغانستان خط دیرن بر رسمیت بشناسه، سبب پاکستان بیرق سفید را در مرز خود بالا میکنه، میگه پیش از هر چی بود گذشته گذشته، بعد از این ما شما برادر هستیم. این تصور غلط است. مرز دیرن در کابل بسیار مهمت در اسلام با سال هاست که فراموش شده. اصلا در مراکز قدرت پاکستان به نظر من اگر کسی بگه که ما از طرف افغانستان به خاطر خط دیورن تهدید میشیم، میره خنده میکنن. از چی افغانستان تهدید میشه؟ مرزهای واقعی پاکستان ترخم نیست، سروبی در کابل است. مرز واقعی اسپین بولدک نیست، اروزگان و هلمند و نمیفهمم همی کمربندی است که معروف به کمربند پشتون است. مرز واقعی اینجا است. مرز وجود نداره دیگه که مردم در ننگرهار در جلال آباد بیشتر به پشاور وابسته است تا به کابل. در قندهار مردم بیشتر به کویته وابسته است تا به کابل. شما از کدام مرز، از کدام تهدید صحبت میکنین؟ شما خود را در جای او استراتژیست پاکستانی قرار بدین که در اسلام آباد نشسته استراتژی پاکستان در قبال افغانستان را طراحی میکنه. اگر من باشم، من به چیزی کمتر از حزم افغانستان در درون پاکستان راضی نمیشم، به خاطر که تمام زمینه و امکانات استعدادش وجود داره. یک سرزمین بی صاحب است، چرا ایره صاحب نشاییم؟ یکی خود پاکستان در چی حال و روز است، او یک بحث دیگه است.
یعنی ما فرض بر این میگیریم خود پاکستان یک پاکستانی توانمند است، هنوز امو زمینه و استعداد ازیر داره که در افغانستان بخواهد دخالت کنه. اگر روز پاکستان گرفتار دم خود شد، یک بحث دیگه است. البته ما باور دارم با محوریت پنجاب با اردو پاکستان هیچ وقت فرو نمیپاشه. هر وقت اردو در پاکستان فرو پاشید و پنجاب دچار بحران شد، اون وقت ما باید نگران بلوچ ها باشیم. در غیر از اون قصه مفت است کسایی که نگران جدای شدن بلوچستان هستن. بلوچستان با کجای خود میخواهد جدا شود؟ چقدر در اردوی پاکستان نفوذ دارن؟ چقدر سخت افزار قدرت دارن که میخواهند جدا شوند؟ نگرانی وجود ندارد. اما روزی که اردو در پاکستان فرو پاشید و پنجاب دچار بحران شد، اون وقت باید نگران از این باشین که در اون سوی مرز هم تحولات جدی پیش میاد. اما ما فکر نمیکنم که اونها قدر ساده باشن. شناختی که ما حداقل از پاکستان دارم، اونها پاکستان از روزهای بسیار سختش به اینجا رساندن. این اونمو پاکستانی است که برابر هند در اولین روزهای استقلال خود جنگیده، اونمو مردم هست و ما فکر نمیکنم که خیلی عوض شده باشه. در مورد طالب ها تهدید کردن که در انتخابات شرکت نکنین. بیش از 60% کسایی که صلاحیت رای داشتن در انتخابات شرکت کردن و رای دادن. این فیصدی اشتراک در انتخابات در بسیار از کشورهای بسیار دموکراتیک دنیا بی‌سابقه است. اولین بار در تاریخ پاکستان یک دولت دموکراتیک و انتخاب شده از سوی مردم به یک دولت دموکراتیک و انتخاب شده از سوی مردم انتقال پیدا میکنه. ما طرف سیاهش هم میبینیم، باید طرف سفیدش هم ببینیم. اگر نیمه خالی گلاس را میبینیم، نیمه پور گلاس را هم میبینیم. تصویری که از پاکستان راه میشه به نظر من تصویر واقعی نیست. هرچند که پاکستان از او پاکستان دموکراتیکی ایدئال کرامت بسیار فاصله داره، اما اون رقم پاکستانی که در حال فروپاشی باشه هم نیست. یک مشکل دیگه و یک تهدید دیگه در آینده افغانستانی هست که در انتخابات آینده ما از یک مسئله باید حمایت کنیم. ما هم مای هزاره ها و هم مای افغانستانی ها. ما در یک مقطعی از تاریخی از تاریخ افغانستان قرار داریم که افغانستان نو در برابر افغانستان قدیم است. افغانستان نو افغانستانی بعد از کنفرانس بن هست که در او پایه یک کشور با ثبات دموکراتیک گذاشته شده، هرچند که هنوز ای بسیار حالت جنینی و طفولیت داره، اما اینمی کشور باید در 100 سال آینده، در 20 سال، در 50 سال آینده تبدیل به کشوری شود حداقل همسط و هموزن کشورهای همسایه خود، و اینمی رایش رای است که سنگ بنایش در کنفرانس بن مانده شد. اما در افغانستان قدیم، اگه وقت ما خلاص است که بس کنم، بسیار خواهی مرم مشخص بگیم چقدر وقت دارم که من چیز است. من خودم به عنوان یک هزاره سپاسگزار از اینا هستم و من مطمئن هستم که نمونه های خوبی برای کار کردن در درون جامعه هستن. اینا نه ادعای ازیر دارن که ما رهبر هزارهای جوان هستیم، نه ادعای ازیر دارن که ما رهبر هزارهای بریتانیا هستیم، ادعا دارن که ما احمد محمود هستیم و ما کارهای بزرگ کردن. من سپاسگزارشان به عنوان یک هزاره هستم و تشکر از همه شما که تحمل کردین با تمام خستگی.